دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. همونطور که قول داده بودم دیروز در مورد التن اول و چیزایی که در موردش صحبت شد میخواستم براتون بگم، برای کسایی که دیروز استوریا رو ندیدن، التن اول یک اولین جلسه معلمین و پدر و مادراست توی مدارس آلمان که حدودا دو سه هفته بعد اینکه مدرسه شروع میشه برگزار میشه. جلسه دیروز ما ساعت 8 شب بود و این ساعت رو انتخاب کردن برای اینکه اکثر پدر و مادرها دیگه اون موقع به غیر از کسایی که حالا شیفت دارن تعطیل شدن و برای اینکه بتونن تعداد زیادی توی اون شرکت کنن. این جلسه تکی نیست، دست جمعیه، یعنی همه پدر و مادرها جمع میشن توی اون سالن مدرسه و معلم و مدیر در مورد برنامه‌هایی که برای بچه‌ها چیده شده برای این سال تحصیلیشون صحبت می‌کنن و توضیح میدن برای اینکه پدر و مادرها هم در جریان باشن. خب جلسه دیروز ما شروع شد با اینکه اول از همه کنترل کردن که ما واکسن زدیم یا اینکه تست داریم یا اینکه مریض بودیم و الان خوب شدیم. به هر حال باید نشون میدادیم اینو و معلم خیلی ابراز تأسف کرد که الان مجبور ما رو کنترل کنه، ولی خب هیچ مشکلی نبودش. و بعد برامون گفتش که همچنان بچه ها جدا جدا وارد مدرسه باید بشن و ساعت های درسشون از هم جدا جداست. کوتاه توضیح بدم که پارسال چجوری بود. از وقتی که مدرسه شروع شد بچه ها هم 4 تا کلاس ها رو جدا کردن برای 4 زمان مختلف، یعنی 7:30، 7:45، 8:00 و 8:15. و هر کدوم از کلاس ها، یعنی کلاس 1, 2, 3, 4 به این صورت وارد مدرسه میشن. یعنی حالا مثلا کلاس اولی ها نمیدونم دقیقا حالا اونای دیگه چه ساعتی هستن، ولی الان مثلا کلاس دومی ها 7:45 هستن نوبتشون و 7:45 همه باید اونجا جمع باشن جلوی در مدرسه و معلمشون میاد و میبرتشون توی کلاس. از همون موقع کلاس زنگای مدرسه هر کدوم 45 دقیقه هستن، بعدش 5 دقیقه استراحته و همینجوری، یعنی اونایی که زودتر شروع میکنن زودتر زنگ تفریح دارن برای اینکه توی حیات مدرسه هم بچه ها با هم نباشن. یعنی واقعا فقط کلاس اولی ها با هم، کلاس دوم یا کلاس سوم کلاس چهارم. و دلیلش هم اینه که اگر یه موقع کسی شناخته شد که کرونا گرفته، مجبور نباشن کل مدرسه رو قرنطینه کنن و فقط همون کلاسو، یعنی همون بچه‌هایی که توی اون کلاس هستن احتیاج باشه که قرنطینه بشن. و خب توی این مدرسه خدا رو شکر تا الان همچین مسئله نبوده. خب این گفته شد، بعدش گفتن که به پارک کردن پدر و مادر را دقت کنن برای اینکه صبح خب خیلی شلوغه و جا پارک کمه، یه سری دوبل میزنن، یه سری نمیدونم توی توقف ممنوع میزنن و اینا. خواستن که اینو رعایت کنیم و خلاصه یه ذره دعوامون کردن. بعد دیگه اونجا که نشسته بودیم صندلی ها از هم فاصله داشتن کاملا و باید با ماسک می نشستیم اونجا تمام مدت و بچه ها هم توی کلاسشون باید با ماسک بشینن تمام مدت. یک مدتی بودش که سر جاشون که می نشستن سر صندلی خودشون اجازه داشتن ماسکشون رو بردارن، ولی الان دوباره اینجوری شده که تمام مدت باید ماسک رو صورتشون باشه. خب هی حدودا هر یه رو 20 دقیقه پنجره ها رو باز میکنن و بچه ها ماسک رو میتونن کوتاه بردارن، یه نفسی تازه کنن و دوباره بذارن. این در مورد این چیزا بودش. در کل ترمینا رو دادن که ترمینای شخصی که در مورد بچه ها صحبت کنن که اون رو بعدن میگم اگر که یه موقع که رفتم در مورد صحبت کردم در موردش میگم. بعد دیشب فقط معلم سپرینو معلم کلاسشون بود که معلم کلاسشون از اول تا چهارم باهاشونه و سال پیش مدیرم بود، احتمالاً چون سال اوله و امسال دیگه مدیرشون نبود، فقط معلمشون بود که با ما این صحبت ها رو کرد که خب ما البته از سال گذشته میشناختیمش. و بعد از این من اینا رو جلوم دارم برای اینکه اینو امروز داده سپر آورده با خودش خونه، یعنی اون چیزایی که دیشب گفته شده امروز چاپ کردن و دادن دست بچه ها بیارن خونه برای اون پدر مادرایی که دیشب نتونستن برن. در صورت بعدش گفتش که چه درسایی خواهند خون در آلمانی، الان دیگه همه حروف رو بلدن بچه ها، یه سری کلمات رو بلدن. گفت هر سال تحصیلی بچه ها باید 100 تا کلمه یاد گرفته باشن
توی حالا ابتدایی، بعدا حتما بیشتر میشه، و امسال شروع میکنن با نوشتن جمله ها و فرایبن گفت، یعنی نوشتن آزاد، یعنی هر چیزی که دلشون بخواد میتونن بنویسن. یه دفتر اونجا گذاشتن و بچه‌ها هر وقت دلشون بخواد میرن اونجا مینویسن. یک گوشه مطالعه دارن که بچه‌ها هر کدومشون دل بخواهی، البته بایدی نیست، ولی خیلی خیلی قشنگه این کارش که یه پس درست کرده، یه کارت درست کرده مثلا. بعد هر بچه‌ای که روزی 10 دقیقه بره اونجا بشینه و مطالعه کنه، یه دونه مهر میگیره توی اون کارت، و وقتی که اون کارت رو پر کنه، فکر کنم 15-20 تا مهر میتونه بگیره، وقتی که اونو پر کنه یه دونه مهره بهشون میده، یه نخه که یه مهره میره توش، و این نخ رو میتونن تا سال 4 پر کنن و یه شکل کرم ابریشم طوری میشه، شکل یه قاپه میشه. و گفتش که خیلی جالبه که بچه ها واقعا اینو دوست دارن و هی با هم رقابت میکنن که ای قاپه تو بزرگتر شد، مال تو بزرگتر شده، پس منم برم بخونم و اینطوری. و خب مثل اینکه خیلی خوب جواب میگیرن از این مسئله. درس و فعلا دارن مرور درسای سال گذشته رو میکنن، و مثل اینکه از هفته دیگه شروع میشه درسای عادی سال دوم، که همون که گفتم فخیش قایبن، جمله میگن، بعد روی دیکتشون کار میکنن. اینم بگم از نیمه دوم سال دوم توی این مدرسه شروع میکنن به نمره دادن، و معمولا اینطوریه که از سال سوم نمره میدن، ولی خب این مدرسه اینجوری تصمیم گرفته که از نیمه دوم سال دوم نمره بده، و خب گفتن که خیلی باهاش تجربه خوبی دارن. و دیگه بگم که آره، درسایی که میخوان توی آلمانی بخونن و گفت که حالا خیلی برای شما شاید جالب نباشه، ولی خب این لز پسر رو که بهتون گفتم، آره گفتش که چیزایی که روخونی که خود معلم میکنه بعدش از بچه ها میپرسه در مورد متنی که خونده، چون گفتش که یه چیزی هم که بچه ها باید یاد بگیرن توی ابتدایی اینه که یاد بگیرن گوش بدن و با توجه گوش بدن، و خب اینا هم خیلی خوبه دیگه که ازش میپرس. البته نه مچگیری مثل مال ما، حالت مچگیری داشت اگه یادتونه، یه ذره که تو فکر میرفت آدم سر کلاس تو ایران، و معلم میگفت چی گفتم؟ احمد خان چی گفتم مثلا؟ بعد آدم میمون دیگه. ولی خب این واقعا یعنی جوریه که میخواد که یاد بگیرن که بخونن، یعنی گوش کنن، ببخشید. بعد تست هم ازشون میگیرن، البته بدون چیز، این نیمه سال اول تستشون بدون نمره است، ولی فقط برای اینه که هم بچه هم معلم و هم پدر و مادر ببینن که بچهشون در چه سطح، این بچه در چه سطحیه، و معلم بتونه بهتر روشون کار کنه، یا اینکه پدر و مادر و بچه خودشون بتونن بهتر تمرین کنن. بله پسرم. بعدش دیگه درسایی که توی ریاضی و توی زخ اونتقیشت مثل علومه یه جورایی انجام میدن و توضیح داد. چیزی که خوشم اومد توی علوم گفتش که 4 تا موضوع انتخاب کرده. موضوع اول هست ساعت و زمان و زمان روز، نمیدونم ساعت خونی و آره دیگه کلن همه این چیزا. تما دومش هست گزوند انیقونگ، یعنی تغذیه سالم. تما دوم، موضوع دومش هست تغذیه سالم، که میخواد با بچه ها در مورد این کار کنه، که به نظرم خیلی خیلی عالیه. موضوع سومش هست اکسپریمنت میتلوفت. اکسپریمنت یعنی اینجوری، این آزمایش هایی که میکنیم، آزمایش فکر کنم میگن دیگه، آره، با هوا، حالا نمیدونم چی کار میخواد بکنه. و موضوع چهارمش هست حیوانات در زمستان، که اینو باشون کار میکنه. یه چیز دیگه هم که گفت که خیلی جالب بود، خب در آلمان بوندستاگز والن هستن، یعنی انتخابات برای نخست وزیر، انتخاب نخست وزیر که جای خانم مرکل میاد، و گفتش که حتما میخواد با بچه ها در مورد این صحبت کنه. البته گفت هنوز در اصل زوده، در اصل از کلاس نمیدونم 4 شاید شروع میکنن صحبت میکنن در مورد چیزای سیاسی و اینا باشون،
و ولی گفتش که از امسال میخواد باشون بهشون بگه که چیه و چرا این کار انجام میشه و این چیزا، که خب به نظرم خیلی خیلی عالیه. من خیلی خوشم اومد و خوشحالم، خودم هم میخوام یاد بگیرم ازشون، خودم هم سردر نمیارم خیلی از این چیزا. خلاصه بعد دیگه یه سری هم ترمین داد برای اینکه تکی در مورد بچه ها صحبت کنیم با معلم، در مورد تعطیلاتی که پیش روه و انتخاب کردیم دو نفر که به عنوان نماینده از طرف پدر و مادرای این کلاس که کارا رو انجام بدن. همون دوتایی موندن که سال گذشته بودن و دیگه همین دیگه. نفری 15 یورو پول دادیم برای اینکه مثلا توی کلاس که کاردستی درست میکنن و این چیزا بتونن از این پول متریال بخرن و همین دیگه. آها، هفته ای دوبارم بچه ها رو تست میکنن، دوشنبه ها و چهارشنبه ها و چیز دیگه گفته نشد. آها، 22 ساعت در هفته بچه ها کلاس دومی ها کلاس دارن، 22 ساعت و 4 ساعت هم تمرین مشق، یعنی مثلا دوشنبه که تا ساعت 12 مدرسه دارن، بعدش 1 ساعت هم میمونن اضافه مشقاشون رو میکنن. مشق رو فقط از دوشنبه تا پنجشنبه دارن، روزای جمعه که تعطیل میشن و آخر هفته هست مشق ندارن دیگه. و توی اون 1 ساعت هم دیگه بستگی داره به تمپوی بچه ها، یعنی یه مشق اگه میده مثلا یه مشق اول به همه میده و اون بچه هایی که خب زرنگترن و زودتر تموم میکنن بهشون هی یه چیزای سختتر میده و چیزای بیشتری میده برای اینکه تقویت بشه این خوب بودنشون. و خب اونایی که کنترن و به نسبت تمپو و سرعت خودشون باشون کار میکنه و واقعا به نظرم این خیلی خیلی سیستم خوبیه. منتها کسایی که یه ذره قوی ترن متاسفانه اینجا بیشتر بهشون سخت میگذره تا کسایی که ضعیف ترن، چون به اون ضعیف ها بیشتر رسیدگی میشه. بعد دیگه چی میخواستم بگم براتون؟ دیگه همینا بودش که دیروز گفته شد و یه سری هم ترمین گرفتیم که اگر بخوایم خصوصی باش صحبت کنیم در مورد بچه‌مون در بتونیم صحبت کنیم و همین بودش. مرسی که گوش کردین، یه ذره طولانی شد ولی خب دیگه تا جایی که میشد خواستم برای کسایی که میخوان بدونن دقیق توضیح بدم. خوشحال میشم نظرتون رو بدونم و اینه که آیا علاقه دارین چیزای بیشتری در مورد مدارس آلمان بدونین یا اینکه نه. تا بعد.